میترسه. خب جلسه سوال و جواب سشن 11 بلک نات همچنان امروز 27 جون، نه همون روزه چون آره اصلا فردا نیست، همون 27 جون، همون ششم نمیدونم فلان شیشه تیر الان. بعد خلاصه سوالمون اینه که من الان یه تست تایپ، هیچ ربطی به بحث این جلسه همون نداره، هیچ ربطی نداره، چیز عجیبی هم نیست، همه برنامه نویسای سی پلاس پلاس اینو میدونن قاعدتا، ولی به هر حال برای اونایی که شاید کم تجربه دارن تست تایپ توش خالیه، هیچ دیتایی توش نیست و ویرچوال و میرچوال اینا هم نداره. سایزش وقتی اینجا سایز آف گرفتم، حالا بذار من این مشکل چیزو حل کنم اینو که بهمون کرش نکنه هر برنامه اجرا میکنیم. خب این بالا 1.4 نوشته دیگه، سایز تست تایپ رو نوشته 1. یکی من ام تی فلان اپتیمایزیشن، نه سایز اکسپریمنتال تایپ رو نوشته 4. خب تست تایپ همونطور که میبینید کاملا خالی، دیتایی توش نیست، ولی به خاطر اینکه ابجکتمون نمیتونه سایز 0 باشه، چون اگه سه تا از این ابجکت ها رو بذاری کنار هم، یا یه از این ابجکت ها بذاری یا ابجکت دیگه بذاری بعدش، یا میفتن رو هم آدرسشون یکی میشه و نمیشه این اتفاق بیفته. ابجکت های مجزا ها، دقت کنید که اینا پوینتر به یه ابجکت و از این چیزا نیستن، دو تا ابجکت مجزا ان واقعا، ولی نمیتونن رو هم بیفتن، آدرسشون یکی باشه. به خاطر همین تایپ خالی نه، یعنی تایپ خالی داریم ولی سایز 0 نیست، سایزش 1 خواهد. خب حالا وقتی یه تایپ دیگه من از اون ارث میبرم، این خودش 4 بایت توش دیتا داره دیگه، این که 4 بایت اون دیگه اون 1 بایت، به این میگن امپتی بیس اپتیمایزیشن. وقتی این ابجکت این تایپ تو خودش دیگه دیتا داره و اگه سه تا از این اکسپریمنتال تایپ ها رو بذاری کنار هم، آدرساشون یکی نمیشه دیگه، چون اون 4 بایتن دیگه حجمی برای اون 1 بایت اون تست تایپ نمیگیره. تازه اینم اگه میخواست 1 بایت واسه اون بگیره، مثلا فرض کن من کاراکتر اگه تو اون بذارم 1 بایت واقعی توش بذارم، کاراکتر سی درسته، این یه بایت دیگه. الان سایزشون چقدر میشه؟ دوباره هم 1.4 نشون میده دیگه. نه چرا؟ به خاطر اینکه الان اون سی توی ایکس توی این اکسپریمنتال تایپ هم هست دیگه. اصلا 1.5 نیست، 1.8 خواهد بود. چرا نمیرم؟ چرا میشینم؟ 1.8. درسته؟ دلیلش میدونی چیه؟ داشتم قبلا گفتم. 1.8 ببین این واقعا یه بایته، تست تایپ واقعا یه بایته. خب ولی اکسپریمنتال تایپ سایزش 8ه، بخاطر اون یه بایتو که بذاریم، اگه یه بایتو بذاریم اول تو حافظه، فرض کن یه بایتو گذاشید اول، بعد میخواید بعدش یه دیتای 4 بایتی بذارید، اگه این کارو بکنید از الان بودن فلان اون 4 بایته از الان بودن در میاد، بعد بقیه هم هم میرزه دیگه در ادامه. همه یعنی یه آرایه ای فرض کن از این اکسپریمنتال تایپ ها اگه بگیری، اون سیاه همه یک بایت 0 سیه، بعد بایت 1 تا 4 1 2 3 4 x، بعد بایت 5 باز دوباره، یعنی بایت شماره 4 مثلا تو چهار. کرسی رو مثلا کرسی و دیو ای هم بذاری اون میشه 3 و 8 تا 4. آره الان اینجا نگاه کن کاری نداره که، مثلا سایز و سایز اند دیسک چیز هارد دیسک دیگه درسته، مثلا به خاطر الائنمنت. آره اونم مسئلهش همینه، بازم 4 و 8 دیگه. آره باز اینکه 3 بایت اونجا پدینگ داریم توی این، مثلا بکنی 5 یه دونه میپره جلو، اون میشه یهو میشه 12. آره اصلا چیز عجیب نیست، اگه حتی یه نکته، اگه اینجا مسئله اینه که اگه من اینجا حتی چیز بکنم اینا رو، مثلا چجوری بنویسم اینجا، همون اینتر رو بذارم، آره اینت اکس رو بذارم اینجا و کرسی رو بذارم اینجا، فکر میکنی چه اتفاق میفته؟ سایز تست تایپ که 4، سایز اکسپریمنتال تایپ 4 8. چرا 8؟ به خاطر اینکه اون سی خورده داره باز راوند میکنه بالا به 8 دیگه. آره ولی خب اوکی 4 8 میشه واقعا. خب حالا اگه اینجا به جای یه دونه اینتجر میپرسید 4 تا کاراکتر بذارم چی میشه؟ نه 4 تا کاراکتر باز همون 4 بایت دیگه، درسته؟ تست تایپ همچنان 4 اندازش. اکسپریمنتال تایپ سایزش چی میشه؟ به اون همچنان 4ه، سایز اون اصلا عوض نکردم. بله بله دقیقا داری منو گول میزنی اونجا که نوت توجه کنم مجیشنه. ببین 4 بایته، ببین خب همه که ویکی‌پدیا نوشته. میتونم بگم چی نیست؟ 4 و 8 نیست قطعا. ممکنه اینجا 4 و 5 چون این کره جنس همون کره. نه مسئله واقعا جنس اون نیست،
ولی نگاه کن همیشه 4 و 5 خب سب کن اگه من اینجا اینت بنویسم و میشه 4 و 8 مسئله الائنمنت کرکتره نیست مسئله الائنمنت اینتجره است اینتجره است که باید مضرب 4 باشه آفستش توی استراکت خب برای همین وقتی که من یه استراکتی دارم که یه دونه اینتجر اول داره بعد یه کرکتر داره مجبورم ته این کرکتره سه تا بایت پدینگ بذارم کامپایلر مجبور سه تا بایت پدینگ بذاره که اگر یه اکسپریمنتال تایپ دیگه بعد این بود که زیادم اتفاق میفته توی آرایی از اکسپریمنتال تایپ ها که اگر یه دونه از اینا بود اون بعدیه مضرب 4 اینه اگه اولی مضرب 4 بود دومی هم مضرب 4 باشه سومی هم مضرب 4 باشه چهارمی هم مضرب 4 باشه همه مضرب 4 باشن تا آخر چون اگه سایز این استراکچری که توش یه دونه اینتجر باشه خود کل سایزش مضرب 4 نباشه وقتی یه عالم از اینا رو بچسبونی به هم چون آرایه ها طبق استاندارد سی و سی پلاس پلاس حتما باید چسبیده به هم باشن آرایه اصلا نمیتونه بین عناصرش چیزی داشته باشه آرایه خب و اگه میخواد پدینگ بذاره آره دقیقاً اگه میخواد پدینگ بذاره باید داخل استراکت بذاره پس مجبوره تو این استراکت پدینگ بذاره تو ممکنه هیچ وقت تا آخر عمرت این استراکت رو تو آرایه استفاده نکنی ها درست ولی اون مجبوره نمیشه. بذاره که اگه یه وقت آرایه تعریف کردی چیز بشه یه سوال این الان یه بار میگی مشکل دقیقاً تو اون بیس کلاس مشکل الان این ته که بعد مسئله این ته که بعد اگه اینجا من به جای این دابل بذارم همه اینا به جای 4 میشن 8 چه فرقی میکنه جفتشون هستن دیگه چه این اول باشه چه این دوم باشه نه بحث من اول دوم بودن نیست دقیقاً حرف درسته چه این اول باشه چه اون دو چه اون اول بالاخره باید آفست اون چیز مضرب 4 باشه یعنی یا 0 باشه یا 4 باشه و سایزش هم باید مضرب 4 باشه سایز استراکت خب مسئله اینه که من 4 تا کاراکتر اگه بذارم کاری این تو نمیکنه من چیزی که میخواستم روش تاکید کنم اون 4 تا کاراکتره بود که اینت اکس وقتی میذارم سایز اون سایز مهم نیست تایپش مهمه دقیقاً تایپش مهمه سایزش هم مهمه ولی تایپش مهمتره چون کاراکترها لازم نیست مضرب 4 باشن کاراکترها یه بایتن برای همین سر یه بایت الاین بشن سر یه بایتن دیگه همیشه کاراکتر لازم نیست کاری بکنه واسه الاینمنتش ولی تایپ های 2 بایتی رو باید سر 2 بایت الاین کنی تایپ های 4 بایتی رو باید یعنی پریمیتیو تایپ های 4 بایتی رو سر 4 بایت کر ایکس و اینت بذاریم چی یعنی یک بالا باشه گذاشتیم اول با همون شروع کردیم ولی دیگه بالایش سایزش 1 پایینش سایزش 8 3 بایت پدینگ اضافه میکنه بعد اینترو میذاره که اینت باید مضرب 4 باشه دیگه چه 0 باشه چه 4 باشه باید مضرب 4 باشه باید. جلو اینو میتونی بگیری مثلا میتونی اینجوری جلوشو بگیری اینجا که این از اون ارث برده این پدینگ اضافه میکنه ببین ارث بردن توی سی به جز مثلا دیگه کاری که برای ممبر دیتا میکنن که ممبر دیتا پرنت رو میذاره تاپ اول چایلد هم خونه این پدینگ رو کی انفورس میکنه اینجا از کجا ریشش کجاست ببین من اگه همینجوری هم مینوشتم اصلا ارث نمیبردن فرقی نداره مثلا لی اوت استراکت من اینجا مینوشتم اکس اینا چه ربطی الان دو تا تایپ به هم ندارن دیگه بذارین تایپ همینجوری خالی کنم هیچ ربطی این دو تا به هم ندارن الان بازم اکسپریمنتال تایپ سایزش 8 بازم 8 به خاطر اینکه یه 4 بایتی توش داره یعنی این الان لی اوتی تو حافظه هیچ فرقی نداره با اون حالتی که این اینو این فهمش راحت‌تر خاطر اینکه جفتشون کنار هم آره. خب مثال من بعد بکنه 8 به خاطر اینکه یه دونه اینتجر 4 بایتی داره اگه اینجا 4 تا کاراکتر داشت آها برای اون جنبش روی دابل یعنی بزرگترین سایز رو میگیره و نسبت به اون پدینگ آره. میده ببین هر کدوم باید جاشون مزرعه اگه دو تا دابل باشه یه کاراکتر باشه چی یا کن پس سه تاشون دابل ای دو دابل پشت سر هم بذارم میشه 4 تا بذاری نه دابل بی کاراکتر سی اینجوری منظورته آره الان میتونی حد بزنی چقدر میشه دیگه 8 بایت اینه 8 بایت اینه 1 بایت اینه چرا 24 تا؟ چون میرسه 16 میشه 1 میشه 17 باید مضرب 8 بشه دیگه یعنی مضرب بزرگترین سایزی که تو این استراکچر وجود داره نه ببین تو میتونی سایز من میتونم یه استراکچر 8 بایتی داشته باشم که استراکت نیازی به الائنمنت 8 بایتی نداره یه استراکتی که توش 8 تا کاراکتره هیچ احتیاج به الائنمنت 8 بایتی نداره اون سایزش 8 پس فقط به سایز ربط نداره به پریمیتیو دیتا تایپ هست آره پریمیتیو دیتایی که توش ربط داره به الائنمنت ریکوایرمنت الان خودت هم میتونی تعیین کنی بگی مثلا من این کاراکتره ولی میخوام سر 16 بایت الائنش کنم تو کامپانی دایرکتیو آره نه الان که استاندارد داریم دیگه الان که من یه ماکرام واسش نوشتم دیگه بی کی ان تی الائن از تایپ مثلا دابل درسته
کاراکتر رو به عنوان دابل الاین میکنه. حالا من اینا رو میتونم چیز کنم. 16 48. درسته. حالا که اگه اینو نذارم اینجوری هم فرقی نمیکنه. اینجوری هم میشه همون 8. فقط راحت تر میشه الان کامنتش کرد. اینجوری نذارم میشه 1. درسته. الان تو الان کنترل روش داری پس. ولی اینجور الان کردن ببذار الان یه حالت بدبینانه چیز بنویسم. یه سوالی، یکی از ممبرش اگه یه دونه استراکت دیگه باشه چی؟ همون دیگه، اون الانمنت اون استراکت ببین چیه. خیلی مسئله ساده است. الانمنت این دیتا ببین چیه، چی باید باشه. بزرگترن اونجوری حساب میکنن. تو اون استراکت الانمنتش باز ریکرسیو همینجوری حساب میشه دیگه. ببین کدوم چیه. الانمنت همه ممبراشو نگاه کن ببین چه الانمنتی لازم دارن. بزرگتر هر کدومو بذار الان مثال بزنم راحت تر میفهمی. ببین کاراکتر A int B کاراکتر C short D کاراکتر E double F. سایز اینو من چقدر میشه؟ نمیشه دابل دابل بودی. سایز این ها، سایزش 1 4 1 8 1. همینجوری دیتا شورت دو بایتیه. دیتا هاشو همینجوری چیز کنی جمع بزنی. خب داشتم مثلا جمع میکردم. خب 1 و 4 5 و 1 6 و 2 8 و 1 9 و 8 17. خب حالا فکر میکنید سایز اوفیس چقدر باشه؟ ببین اینجوری باید حساب کنی. اینجوری دیگه؟ نه راست میگم. یعنی بزرگترین دیتای پریمیتیوی که داره دابله. خب یعنی مشکل الانمنتش احتمالا سر دابل است. نه اینجور نباید حساب کنی. باید یکی یکی بری جلو. ببین این کرکتره خب آفستش اند صفره. درسته؟ این صفر استراکت دیگه. اول استراکت پس آفستش میشه صفر. خب دقیقا لیاتش تو حافظه رو بچینی. آره صفره. خب یه اینتجر بعدش میخواد بیاد. اینتجر الان آفستش همینجا اگه بذاریم میشه 1، چون سایزش 1 بود. ولی 1 نمیتونیم بذاریم. پس باید بذاریم سر 4. درسته؟ پس آفست این میشه 4. بذار اینجوری. چی شد میشه 4؟ کار 1 بود. رسید به این 0 تا 1 اینجوری می‌نویسم. درسته؟ آه. یعنی تا 1 یعنی شامل 1 نیست دیگه. این یکی چی؟ اگه همین جوری بخوایم بنویسیم این میشه 1 تا 5. همین جوری فقط بخوایم بنویسیم. درسته؟ این میشه 5 تا 6. اونم کاراکتر. آره 5 تا 6. این یکی میشه 6 تا 8 چون 2 بایت. این یکی این یکی میشه 8 تا 9. اینم میشه 9 تا 17. خب این همین جوریشه. ولی اگه نگاه کنی الان از بالا به پایین میریم دیگه. این اینتجره الان آدرسش از 1 شروع میشه، از آفست 1 شروع میشه که مضرب 4 نیست. سایزش 4 دیگه. درسته؟ این باید مضرب 4 بشه. چرا باید مضرب 4 بشه؟ مگه کل این استراکچر یه جا با هم تلپی قلپی نمیاد؟ چرا دیگه، همون قلپیه. تو پدینگ اضافه میکنی که هر کدوم از ممبرا سر الاینمنت خودشون باشن. خب چرا تهشو به کوچکترین مقداری که میتونی گرد نمیکنی؟ برای اینکه اون وقت الاینمنت اینا درست نمیشه. اون اینته باید مضرب 4 باشه. اگه اینای دیگه هیچ کدوم نبودن، خب اگه اینا دیگه هیچ کدوم نبودن فقط اون ای و بی داشتیم، سایز این استراکچر چقدر میشد؟ شد 8 تا دیگه. درسته؟ پس فرقی نمیکنه که بقیه هستن یا نه. بازم تا همونجا که میریم ای رو که میبینیم یه بایتو میگیره، با 3 بایت خالی بذاریم بعد بی رو بذاریم. به خاطر اینکه بی باید مضرب 4 باشه. بی 4 بایتیه، باید مضرب 4 باشه. اینکه چرا رو من توی یکی از ویدیوهای قبلی توضیح دادم، برای همین در مورد چراش صحبت نمی‌کنم. گیون الان باید مضرب 4 باشه. خب خب پس این 1 نمیشه، این میشه 4. درسته؟ میشه 4 4 5 6 7 4 تا 8. درسته؟ 4 تا 8 میشه. اوکی راست میگی. خب این 0 تا 1 نهاییشه. این 4 تا 8. خب این چیه؟ مشکل نداره دیگه. 9 تا 10. این 9 تا 10 دقیقاً، چون این هیچ نه، این 8 تا 9. 8 تا 9. درسته؟ از 8 نکم از آخر قبلی شروع میشه. و اینجا 3 بایت پدینگ داریم بین اینا. 1 تا 4. خب این از 8 شروع میشه تا 9. این یکی چی؟ این از 9 نمیتونه شروع بشه، باید مضرب 2 باشه. پس این از 10 شروع میشه تا، درسته؟ از 10 شروع میشه تا 12. درسته؟ 12 تا 13. این یکی هم چون مشکلی برای الانمنت نداره 12 تا 13. این چی؟
این 4 بعد مجموع 4 بشه. نه این دابل 8 بعد مجموع 8 باشه. میریم اینا 16 تا 20. 16 تا 24. درسته؟ تو 24. 24. بذار من یه کمی برای اینکه این خرابتر بشه یه دونه اینتجر اینجا اضافه کنم. int f char g و دابل h. درسته؟ و اینا رو لیاوتاشو همینجوری چیزشو بنویسم. این میشه 9 تا 13. این میشه 13 تا 14 و این همینجوری میشه 14 تا چند؟ 22. 14 و 8 22. آره. خب وقتی لیاوتی بریم یه اینت اضافه کردیم دیگه. اینت از بعد مضرب 4 باشه. این از 14 میریم تا 16. 14 مضرب 4 نیست. 16 شروع میشه تا 20. 20 تا 21. این یکی از 20 تا 21 و این از 24 تا 24. 24 تا 32. خب پس 32 بایت میشه کلش. به جای 22 بایت میشه 32 بایت. در حالی که 22 به نظر میاد 24 گرد میشه دیگه. ولی اینجوری نیست. این مشکل اصلی. حالا ببخشید. خیلی راه خیلی یه چیز دیگه هم حتما باید ببینی. اکسپریمنتال تایپ. حالا اول اینو بذار ببینیم واقعا سازش همین قد میشه یا نه. بعد بهت میگم. مشکل چی ها؟ یه چیز داشتی میگفتی؟ میخواستم بگم که مسئله اصلی این اتفاقی که این محاسبه لازم داره اینه که حافظه حروم میکنه اگه مثلا تایپاتو مثلا سعی کن چه میدونم انگار پخش فلا نباشه. سب کن اتفاق بعدی افتاد اینجا. چرا این آها به خاطر اینکه این پابلیک فلان ازش. خب اگه چی نباشه بگو. ببخشید میخواستم بگم که مشکل مهم پروژه پاک نکنی. آره دقیقاً بهتره پروژه رو پاک کنی. بذار اول اینو اجرا کنیم ببینیم واقعا 32 بایت میشه طولش یا نه. خب 32 رو پرینت اف کردیم. آره دقیقاً اینجا نوشتم 32. خب من اون برای سر برفته بیرون. خب من هم باش دادی که کاری نمیم. مشکل اصلی این اتفاقی اینه که حافظه حروم میکنه به خاطر الائنمنت. مشکل اصلیش یکیش اینه. بالاخره حافظه حروم میشه دیگه. من اگر ببین الان 10 بایت توی 32 بایت یعنی مثلا بیشتر از تقریبا 1 سومشو دارم حروم میکنم دیگه. بیشتر نه 1 سومشو دارم تقریبا 1 سومشو دارم حروم میکنم. خب و اگر 1 میلیون تا از اینا بگیرم درسته 1 میلیون تا از اینا الوکیت الو 1 میلیون تا از اینا الوکیت کنم 10 مگابایت هدر میره دیگه. بازم 1 سومش هدر رفته. یعنی این دیتا استراکچر اصلیم باشه که از اینا یه عالمه توی گیمم دارم یا توی پروژم دارم 1 سوم حافظه‌مو هدر میده. یکیش اینه. مشکل دوم اینه که فکر کن این یه اتفاق که میفته مثلا من یه سری دیتا خام از روی نتورک از توی فایل میخونم توی بافری و همین بافره رو پوینترش رو کست میکنم به یه استراکتی. یعنی میدونم این بایت ها که از فایل مثلا هدر فایل بی ام پی رو خوندم. خب هدر فایل بی ام پی اول یه ورژن داره بعد من ویدثش رو نوشته بعد هایتش رو نوشته بعد بیت دپثش رو نوشته بعد من فلان نوشته پلتش و ایناست. خب یه استراکتی میگیرم دقیقاً نظیر به نظیر اون دیتا هایی که تو فایل بی ام پی باید باشه. مثلا یه دیتای 2 بایتی داره برای این کار یا دیتای 4 بایتی داره برای این کار برای این. بعد اون چه میدونم 42 بایت اول بی ام پی رو 24 بایت اول بی ام پی هر چی هست اونو میخونم تلپی میذارم روی یکی از این استراکت ها. وقتی ممبر استراکت رو میخونم ممبر استراکت هم به خاطر پدینگ جابجا شدن و دیگه اون دیتا که از رو فایل اومده نیستن چون تو فایل که من الائنمنت و پدینگ و این چیزا ندارم که دیتا رو چسبوندم به هم. تو فایل دیگه برای همین دیتا رو میخونم و اون چیزا رو نداره. اون استراکچری که من انتظار داشتم اون نداره. وقتی که من لی اوت برام مهمه یکیش اینه که مموری هدر میره. یکم این که بعضی وقتا هستش که لی اوت برای من مهمه. من میخوام آره مثلا آره استراکچر رو میخوام پر کنم بعد تلاپی بنویسم رو دیسک بعد وسطاش پدینگ و آشغال داره دیگه. اونا رو نمیخوام رو دیسک بنویسم دیگه. میخوام یه جوری اینا رو بچسبونم به هم که راه داره ها با پراگما میشه این کارو کرد. پراگما پدینگ. پراگما پک. نه پراگما پدینگ نه. پراگما پک تو ویژوال استودیو این کارو میکنه. تو جی سی سی الان میشه چیه ولی پراگما پک این کارو میکنه. بنویس الان این کارو بکن. اوکی.
قبلا نه وایسا همونجا دور همون استراکته. آره دور همون استراکته بنویس پراگما پک پرانتز باز پوش ویرگول یک پرانتز بسته. یعنی اون پوشه یعنی که استیت فعلی پکینگ و الائنمنت و این چیزها رو پوش کن بذار یه جایی ذخیره کن، از این به بعد پکینگت باشه یک، یعنی سر یه بایت همه چی رو الائن کن. خب برو تا استراکته بعد از سیمیکالنش بزن پراگما پک. مرسی که اینا رو داری. ده خب پرانتز باز پاپ. حالا اجراش کن. نه سیمیکالن نمیخواد. با F5 خالی اجرا کردی؟ خب درجهش رو دیدیم هممون. اومد رفت. دیدی شد 22. اینجا فورسش داری میکنی که سر یه بایت الائن کنه همه چی رو، یعنی نگران الائنمنت دیگه نباشه. خب ولی اینو ما نمیخوایم، اینو پاک کن. چه اتفاقی میفته الان؟ الان دیگه اون محاسبه‌ای که سمت راست کردیم در نظر نمیگیره دیگه، همون کاری که سمت چپ کردیم انجام میده تو ستون سمت الان چپ. الان اگه آره درست کنیم الان میده؟ نه همون 22 بایت. خوندنامون کنده. دلیل الائنمنت اینه که خوندنامون میخوایم سریع باشه. ببین 64 که اندازه کش سایز ماست، کش لاینمونه، کش لاین ماست. ببین مسئله خوندنای سی پی یو که سی پی یو دوست داره خوندناش الائن شده باشه سر آدرسایی که مزربه فلانه. خب بعد چه اندازه مموری پیجمون که حالا به مموری پیج کاری نداریم، خودی گیجتون میکنم اگر در مورد مموری پیج شما تو و بقیه شنوندگانمون که تعدادشون احتمالاً از صفر با یه تقریب خوبی میشه صفر تعدادشون. کش لاین سایز ما 64 بایت، حالا 128 نداریم کردم ولی به هر حال 128 هم شاید باشه. این هم مزرب 2 هم مزرب 4 هم مزرب 8 هم مزرب همه چی. اگر تو یه دیت های 8 بایتی داشته باشی که آدرسش مزرب 8 هیچ وقت این دیت آدرسش حتما مزرب 8 آدرس شروعش، هیچ وقت این دیت های تو نمیتونه تو دو تا کش لاین باشه. خیلی خوبه حتما یا تو آره هیچ وقت نه هیچ وقت دو تا کش میس نداری. چون یه کش میس ممکنه داشته باشی وقتی این دیتا رو میخوای بخونی، ولی دو تا دیگه خیلی فاجعه است، همین رو باید بخونی هم بعدیشو مثلا، چون نصفش توی نصفش تو. پس دیتای الائن شده بجز این که خود ساب سیستم مموری دوست داره دیتای الائن شده بخونه، چون مموری هم بالاخره یه بندویتی داره دیگه، اصلا هر چی از سرویسش بیت مثلا 64 بیت 256 بیت کش لاینمون جو نیست، بجز خود ساب سیستم مموری که دوست داره دیتای الائن شده بخونه که با اون ما کاری نداریم چون دیتامون همه کش لاین میاریم و میبریم، خود کش لاینامون هم چون توان دو ان 64 سایزشون توان دو، دیتاهایی که سایزشون توانای دو ان خوبه که بر سایزشون الائن شده باشن، مزرب سایزشون باشه آدرسشون. بعد خود این که توی استراکت تو چیز کنی تو آفست ممبرا رو مزرب سایزشون بذاری تضمینی نمیکنه که این آدرسشون الان شده باشه ها، ولی اینو تضمین میکنه که اگه آدرس شروع این استراکت خودش الان شده باشه بر 8 مثلا، وقتی آفست همه این ممبراش هم مثلا مزرب 4 و 8 و ایناست، وقتی اولشون مزرب 8 باشه همه اون داخلی ها مزرب 8 میشن. اینجوری مموری الوکیتور تو یه جوری مینویسی که از این استراکت که میخواد الوکیت کنه مزرب 8 باشه آدرسایی که برمیگردونه همیشه، یا تو استک تو همیشه فریماتو مزرب 16 مزرب 8 مزرب 64 مزرب 32 مزرب یه چیز اینجوری میذاری استک تو، که وقتی این استراکتور رو میذاری رو استک آدرساشون مزرب 32 باشه، داخلی هم همه مزرب 8 و 4 بشن هر چیزی که لازم دارن بشن. یعنی یه دکون دستگاه بزرگی داری، کامپایلر یه کارهای زیادی باید بکنه که این الائن کردن و پدینگ گذاشتن داخل استراکت یکی از اون کاراست، ولی اینم یه چرخنده‌ای تو اون ماشینیه که تضمین می‌کنه که دیتاهای ما اکثر اوقات الان شده باشه. به هر حال حالا یک چیزی رو امتحان کن. این دو خط رو پاک کنم. اون پراگما رو که پاک کن، اون بالایش هم پاک کن، خط خالیت هم پاک کن تولید کردی. خب اون اسلش رو از اون اول بردار، یه اسلش رو بردار. خب تو اون اکسپریمنتاله اینا رو فقط میخوام همین دیتا رو داشته باشی ولی سایزشون مینیمال بشه. میخوام همین دیتا رو دقیقا داشته باشی، سایز استراکتت کم بشه. چی کار میکنی؟ تابلو دیگه. ببین اینجا آخری بزرگی رو بذار اول. بسن اینجوری کپی پیست نکن، خطی کپی پیست.
خطی نیست. نه. نیستم. ده برو اول خط، برو اول اول خط، شیفت رو بگیر پایین بده. اکس بزن. بیا اول بذار. یعنی لازم نیست خط باز کنی برای این کار. با خطش داریم، با اند اف لاینش داریم. بکنم بعد این تاتو بیار. راحت ترین راهش اینه که اول اونایی که هم تایپن رو کنار هم بذاری. نه تو بزرگ، از بزرگ به کوچیک بچین دیگه. بزرگ به کوچیک. حالا میتونی، آره اون کارو هم میتونی بکنی. تو بود از بزرگ به کوچیک بچین دیگه. حالا چرا داری چیز میکنی؟ چرا بس میکنی؟ اینت نه اون کاره، نه اینت بی رو بیار بعدش. خب بعد اینت اف او بعد شورتر، نه شورت شورت همین. اینو اگه الان ران کنی سایز این میشه چقدر؟ سایز این میشه چقدر؟ در مجموع 22 بایت توشه دیگه، ولی سایزش میشه چقدر؟ سایزش ببین نه نه نمیخواد بنویسی. ببین حقیقت مشکل ما رو این هنوز عوض نکرده دیگه، که ما یه ممبر 8 بایتی این دو داریم، پس کل استراکتمون آفست اون باید مضرب 8 باشه و آفست اون صفره، پس اول استراکتمون باید مضرب 8 باشه، پس کل استراکتمون میشه 24 بایت. الان اگه اجراش کنی کل استراکت پس وقتی اینجوری از بزرگ به کوچیکه، وقتی اینجوری بزرگ به کوچیکه چی؟ ببین بازم اون کاری که اول کردیم باید بکنی، بازم همون جوری باید محاسبه کنی. خب ولی اینجوری میتونی ذهنی بگی که اون بزرگه چیزه دیگه. اجراش کن 24 بایت الان دیگه. درسته؟ دقت کن که من اسم ممبر رو عوض نکردم، هیچ کاری نکردم، یعنی الان کدی که از این استراکتور استفاده میکنه هیچ فرقی نمیکنه، همچنان این ممبر A داره، B داره، C داره، D داره، E F G H داره، همچنان داره این ممبرا رو، همچنان ممبرا تایپشون همون قبلیه، ترتیبشون برای دقیقاً برای اکسس و اینا مهم نیست، ولی ترتیبشون گاهی وقتا برای کش کوهرنسی مهمه دیگه. اگه استراکتت خیلی بزرگ باشه، بیشتر از یک کش لاین باشه، بعد تو چهار تا ممبرشو با هم باشون کار کنی، چهار تا ممبر دیگر رو با هم، خوبه که اینا رو اگه واقعا استراکتت بزرگه، اونایی که با هم کارداری رو بذاری کنار هم، که همشون توی کش لاین باشن، که همشون با هم لود بشن، که بی خودی مثلا یه دو تا ممبر یه ایکس و وای زد داره، مثلا ایکس و وای زد همش با هم لازم داره، اینا رو پخش نکنی سر تای استراکتت که ایکس رو میخوای بخونی بعد وای بخونی یه کشمیس دیگه هم بدی، اینا رو که بذاری کنار هم وقتی لود میشن با هم لود میشن دیگه، یا احتمالش بیشتره که با هم لود بشن در واقع. یعنی اگه مثلا نصفش لود بشه اون نصف اول با هم هم دیگه، اگه دو تا کش لاین باشه. آره ولی تضمینی نیست که استراکتت سر کش لاین بیفته ها، دقت کن. آره استراکتت مثلا مضرب 4 8 است، ولی احتمالش باز بیشتره که کنار هم باشه. دیتا های اصطلاحا هات و کولد رو نباید با هم قاطی کنی. اگه تو این دیتا هات، این سه تا ممبرت هاتن و خیلی باشون کار داری، بقیه ممبرات کلدن، اونا رو بذار تهش، اینا رو بذار سر یا برعکس، یه جا بالاخره اینا رو کنار هم بذار. لی اوت استراکتت به هر حال مهمه، هم بحث الاینمنت کامپایل اتفاق میفته این پدینگ یا مرحله بعد. نه همون اول کامپایل میخواد سایز، این اولین چیزی که در مورد استراکت میخواد بدونه سایزشه دیگه و آفست ممبراش، همه اینا رو باید بدونه که بتونه به اینا اکسس پیدا کنه دیگه. داره همون اول که داره از روی این رد میشه، بار اول داره این کارا رو میکنه. من سوالم فکر کنم نمیفهمم صداش خب این کد رو من میذارم بمونه حالا فعلا، خیلی مهم نیست. فکر کنم پدینگش بود، بعد پاک کنیم اون حساب کتاب کردیم برای ایکس. این بالا هست دیگه، حالا کامنت شده هست دیگه. من برای این دومی منظورم اینا غلطه. نه الان غلطه. آره کاری نداره اینا دوباره اینجوریش میکنم کشت لغت پاک کنیم. نه خیلی هم خوبه، کامید نشه لغت. خب بیا نه نه ایناش که حالا دیگه نه همهش خلط همهش خلط. خب شورت و دابل طولشون یکیه نیست. خب اوکی این از این، اینم از این، کاری دیگه با اینا نداریم. خب سوال و جوابمون دیگه، بحث دیگه نداشتیم. من خودم فکرم کار نمیکنه دیگه. بسه فکر کنم اینم بحثم تمومه. خواهش میکنم همین جوری دیگری از درهای آره کامپیوتر گوشیده شارت داده داده نه در سی دی رام، دیوی دی رام هست خیلی درهای گوشیده، درهای که میشه گوشیده بشه لوره هم بشه. خب لوره تریدمارک سونی
آره بلوری نه سونی و فیلیپس و همون دیگه هم چیزا استانداردشون نه 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 توشیبا نیست توشون و توشیبا هم اونا اشتی دیویدی بودن دیگه آره توشیبا اشتی دیویدی بود دقیقا خب همه این فورد بذاریم قطع کنم خب فعلا خداحافظ.